کمتر کسی پیدا میشه که کیک شکلاتی خیس دوست نداشته باشه. بریم با هم درستش کنیم. اول سسشو درست میکنیم. شکر، پودر کاکائو و شیر رو مخلوط میکنیم، میذاریم رو حرارت. وقتی که داغ شد شکلات رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا شکلات آب بشه. میذاریم کنار تا خنک بشه. تخم مرغ، وانیل و شکر رو با دور تند همزن میزنیم تا کرمی و کشدار بشه. بعد روغن و شیر رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. مواد خشکمون رو با هم ترکیب و علک میکنیم و طی دو مرحله به موادمون اضافه میکنیم. داخل قالب میریزیم، میذاریم تو فر از قبل گرم شده. وقتی که پختش به این صورت سوراخش میکنیم، سس سردمون رو روی کیک داغمون میریزیم تا به خورد کیکمون بره. من روشو با گاناش تزیین کردم. امروز من و علی رفتیم کافه و دو تا لاته و یه چیزکیک سن سباستیان سفارش دادیم که قیمت یه برش چیزکیک کوچیکش 140 تومن بود که به نظرم گرون اومد. اومدم خونه طرز تهیهش رو تو گوگل سرچ کردم و دیدم فقط با 5 قلم مواد اولیه ساده که همرم تو خونه داشتم میتونم یه چیزکیک راحت و خوشمزه رو بدون همزن سریع آماده کنم. یه حساب کتاب ریزی هم کردم، دیدم هر برش کیک فقط 25 هزار تومن داره برام تموم میشه. حالا بریم که با هم درستش کنیم. اول خامه ای رو با پشت قاشق صاف کنید، بعد پودر قند و وانیل رو بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یه دست بشه. تخم مرغ رو یکی یکی بهش اضافه کنید و هر کدومو 30 ثانیه هم بزنید. توی ظرف دیگه خامه رو با 3 قاشق آرد و 1 قاشق آرد نشاسته ذرت که از قبل الک شده مخلوط کنید و به مواد پنیریتون اضافه کنید و هم بزنید. داخل قالب کمربندیتون 2 لایه کاغذ روغنی بذارید، مواد رو داخلش بریزید و داخل فر 200 درجه سانتیگرادی که از قبل گرم شده به مدت 40 دقیقه بذارید تا چیزکیکتون بپزه. وقتی که پخت 1 ساعت بذارید بیرون تا خنک بشه. بعد به مدت 3-4 ساعت میذاریم داخل یخچال تا خودش رو بگیره. بعد کاغذ روغنی رو به آرومی ازش جدا کنید و با چاقوی بلند اون رو به 8 قسمت برش بزنید. در آخر روش سس شکلات بریزید و از بافت کرمی و نرم چیزکیکتون لذت ببرید و در کنار لاته‌ای که خودتون درست کردید نوشه جان کنید. اینقدر که بهم گفتین موچی آموزش بده، گفتم براتون آموزشش رو بگیرم و از نتیجه هم واقعا راضی بودم. خیلی بامزه و خوشمزه شدن. برای درست کردنشون آرد برنج مخصوص موچی رو با پودر قند و نشاسته ذرت و شیر، همه این مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و یه مقدار هم میزنیم تا یک دست بشن و بعد حتما از صافی رد میکنیم و توی یک تابه نچسب جنس خوب میریزیم. جنس تابتون خیلی مهمه که خوب باشه، نچسب باشه. و بعدش از صافی که رد کردیم میذاریم روی حرارت ملایم تا به غلظت مورد نظرمون برسه. ببینید کاملا موادمون خمیری میشه و دیگه خودشو از تابه جدا میکنه. ببینید باید حتما به این مرحله برسه، کاملا خمیر یک دست بشه و خودشو از تابه جدا کنه. و بعدش میذاریم از دمای یکم بیفته. رنگ خوراکی که میخواستمون بهش اضافه میکنیم، خمیر یکم ورز میدیم تا یک دست بشه و در مرحله بعد با کره خمیرمون رو روی صفحه سیلیکونیک یا سطح کارتون که کاملا کره مالی کردین نچسبه ورز میدیم. اونقدر ورز میدیم با کره تا خمیرتون کاملا کشتانی پیدا کنید. یعنی ببینید خمیرمون کامل بعد به این صورت کشدار بشه. وقتی به این مرحله رسید خمیراتون رو روی سطح کار که نشاسته ذرت ریختین به این صورت بازش میکنید با وردنه و بعدش وسطش رو ویلینگ میزنید. حتما باید با نشاسته ذرت این کار انجام میدید وگرنه خمیرتون میچسبه به سطح کار. و بعدش وسط خمیرمون رو به این صورت خامه قنادی فرم گرفته میزنیم و هر چیزی که دوست داشتین میتونید دیگه به عنوان فیلینگ استفاده کنید. من مقداری موز خرد شده ریختم با کمی نوتلا. شما میتونید از انواع کرم ها و میوه ها استفاده کنید، دیگه فیلینگش کاملا سلیقه‌ای و دست خودتونه. هر چیزی که دوست داشتین میتونید استفاده کنید. یه سری نکات مربوط به موچی هم براتون توی کپشن می‌نویسم، کپشن پستم حتما مطالعه کنید. و بعدش به این صورت چونه هامون رو جمع می‌کنید، فیلم می‌بینید به این صورت عمل می‌کنید و چونه هاتون رو به این صورت خمیرتون رو جمع می‌کنید. شما به هر روشی که دوست داشتین می‌تونید این کارو انجام بدین. من موچی هامو با خمیر فوندانت شبیه به خوک درست کردم که خیلی بامزه شدن. شما دیگه هر جوری که دوست داشتین می‌تونید موچی هاتون رو تزیین کنید. خامه شکلاتی درست بکن.
چطوری منگو چیزکیک درست کنیم؟ هیچ دسری بهتر از این نیست. برای پایه چیزکیک، بیسکویت‌های خرد شده رو با کره ذوب شده مخلوط کن و کاملا یک نواخت توی ظرف کم عمق پهن کن. بعد بذارش توی یخچال حدود 15 دقیقه بمونه. پنیر خامه‌ای نرم شده رو با یه فنجون پوره انبه و خامه قنادی ترکیب کن. خوب هم بزن و بعدش این مواد رو روی پایه بیسکویتی بریز. بذار حداقل برای 8 ساعت یا بیشتر توی یخچال بمونه. در نهایت روی چیزکیک رو با ژله انبه تزیین کن. شیرین کام باشید. اینجا ایتالیا است. این کیک فنجونی نه فر میخواد نه همزن به راحتی درست میشه و تموم ازش هم فوق‌العاده است. برای درست کردنش اول تخم مرغ رو توی ظرف بشکنین، شکر رو اضافه کنین، با یه همزن دستی مقدار هم بزنین، حالا وانیل رو به موادمون اضافه میکنیم، بازم هم میزنیم و بعد روغن مایع اضافه میشه و به هم زدن ادامه میدیم. شیر رو کم کم بهش اضافه کنید، آرد و بیکینگ پودر و همینطور پودر کاکائو رو با هم مخلوط و علک کنید و به موادتون اضافه کنید. داخل فنجون ها رو از قبل چرب بکنید و فنجون ها رو داخل یه قابلمه بچینید تا نصف فنجون ها رو آب بریزید، البته بیرون از فنجون ها، و بعد داخل فنجون ها رو تقریبا تا نصف از مواد پر کنید و بذارید حدود 20 دقیقه با در بسته با دم کنی بپزه. من بهش میگم فینگر فود 1-2-3. احتیاج به خمیر نداره، وقت شما رو زیاد نمیگیره، درست کردنش بیشتر از نیم ساعت طول نمیکشه. اول از همه یه نون لواش رو به شکل مستطیل برش بزنید، روش رو یه کمی سس کچاپ بمالید و دو تا لایه پنیر ورقه‌ای بذارید روش رو، یه دونه هم سوسیس خام حسابی محکم محکم رولش کنید. انتهای رول رو با یه تخم مرغ قشنگ بچسبونید. بعد به اندازه‌های 2 سانتی برش بزنید و هر تعدادی رو که دوست دارید با هم در کنار هم توی سیخ چوبی بزنید. حالا یه دونه تخم مرغ رو با 3 تا قاشق شیر مخلوطش بکنید و کامل روش رو کاور بکنید. بعدم بزنید توی آرد سوخاری. این کار رو دوباره تکرار کنید تا یک پوشش ضخیم و خوب دوره موادتون ایجاد بشه. تو همین مرحله میتونید این سیخ‌های آماده رو فریز بکنید و هر وقت که دوست داشتید درش بیارید و توی روغن سرخ کنید و نوش جونتون باشه. بهت قول میدم خوشمزه ترین شیرینی دانمارکی عمرتو خورده باشی اگه با این دستور من درست کنی. تمام مواد خشک رو با هم مخلوط کنید، یادتون باشه آرد اول علک کنید، بعد یه تخم مرغ لازم داریم که اونم اضافه کنید، بعد شیر رو کم کم بریزید تا جایی که خمیر خودش رو جمع کنه، بعد روغن مایه، یه همچین خمیر نرم و لطیفی لازم داریم، میره برای استراحت اولیه به مدت 20 دقیقه. بعد از 20 دقیقه خمیر رو باز کنید، برش بزنید و از کرمی که درست کرده بودیم و خنک شده وسط خمیر بذارید. سعی کنید درز خمیر رو کامل ببندید که توی فرمیر باز نشه. بعد به هر اندازه‌ای که دوست دارید برش بزنید، بذارید داخل سینی فر، روش رو بپوشونید. 45 دقیقه استراحت آخر لازم داره، بعد رومال بزنید. من یه دور رومال زدم، گذاشتم خورده هوا بخوره، دوباره رومال زدم، بعد روش رو کنجد و خلال بادوم و شکر ریختم، میره توی فر. از فر که در اومد برای براق شدنش عسل یا شربت بار بزنید. برای کرمش هم که همون اول آماده می‌کنید، همه رو با هم مخلوط کنید، مدام هم بزنید تا غلیظ بشه. چند سالی میشه که کیک مرغ به عنوان ساید میز شام تو اکثر مهمونی ما ایرانی ها استفاده میشه. به نظر من هم خیلی شیکه، هم آسون درست میشه و هم خیلی خوشمزه است. هر قالبی که داشتین اینجوری مثل من نایلون بذارین و مطمئن بشین که کنارهای ظرفتون حتما نایلون بلندتر باشه. سینه مرغ آب پز، خیارشور، پیازچه، گردو و سس مایونز رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم و حواستون باشه به این سالاد نمک نزنید، چون که به اندازه کافی نمک داره بقیه موادش. اگر قالبتون مثل من بود، مثل فیلم نونای توست رو بذارین، یه لایه سالاد بذارین و بعد دوباره روی اون سالادها نصفه توست میذارم، یه لایه دیگه دوباره سالاد میذارم و دوباره با نصفه توست روی اون سالادها رو هم میپوشونم. حالا لحظه آخر اون لبه های بلند نایلون رو که گفتم روی ظرفتون میارین. اگر مثل من قالبتون وسطش اینجوری بود، برش میزنین و حسابی مواد رو فشار میدین که بتونه حسابی قالب رو بگیره و بعد میذارینش داخل یخچال. یکی دو ساعت یا یک روز بعد میارینش بیرون. اینجوری مثل من سروش میکنید روی ظرفتون، نایلون رو برمیدارید، سس میزنید و بعد خیلی شیک لذت میبرید.
این شربت های خیلی خوشنگ و جذاب که مناسب مهمونه است و مهمون ها رو به شدت جذب خودش میکنه رو حتما درست کنید، کلی کیف میکنید. گل پنیرک رو خیس کنید و از این قالب های ریز که توی لوازم قنادی موجوده بخرید و این گل پنیرک داخلش بذید یخ بنده. هرچقدر گل پنیرک بیشتر بمونه رنگش تیره تره. اینجا من توی این قالب فقط از گل پنیرک استفاده کردم که بعد از اینکه یخ زد به این رنگ در اومد، خیلی خوشگل میشن. و بعد کافی که از سیروپ های مختلف و آب گازر یا آب ساده یا هر چیز دیگه که دوست دارید داخلش استفاده کنید و نوش جان کنید. از نظر شما نمره این کیک چنده؟ یکی از خوشبافترین و خوشمزه ترین کیک های کافی شاپیه که من به همراه یه سس خوشمزه بهتون یاد میدم. شما فقط اینجا بافت کیک رو ببین و کلی لذت ببرید. بریم درستش کنیم. تخم مرغ، شکر و وانیل رو هم میزنید تا سفید رنگ و پفدار بشه. آرد و بگیم پودر رو الک میکنید و دارچین رو بهش اضافه میکنید. وقتی تخم مرغ آماده شد، روغن، شیر و هویج رنده شده و این آرد رو اضافه میکنید. مخلوط که شد بهش گردو اضافه میکنید. تمام. قالب رو چرب میکنید، مواد رو بهش اضافه میکنید، میذارید تو فر تا پخته بشه. برای سس شکر و شیر رو آب میکنی و بعد آرد اضافه میکنی. وقتی قوام گرفت بهش رشته های هویج دوست داشتی اضافه کن و در نهایت که خاموش شد گلاب و وانیل هم اضافه کن و تمام. یه تحشیر مجلسی و خوش عطر و طعم با یه سس جذاب برای اونایی که دوست ندارن غذاشون خشک باشه. اول گوشت رو با پیاز، چند حبه سیر، چوب دارچین، ادویه و آب جوش میذاریم تا کامل بپزه. بادمجونای حلقه‌شو در سرخ میکنیم و کنار میذاریم. تو تابه که روغن و کره ریختیم زرشک رو تفت میدیم، شکر میریزیم و آخرش خلال و پسته و بادوم رو یه کوچولو تفت میدیم و حرارت رو خاموش میکنیم. گوشت رو ریش ریش میکنیم و با بادمجون و مواد زرشکی و کمی زعفرون ترکیب میکنیم. حالا مایه برنج تحشیرمون رو آماده میکنیم. تخم مرغ رو در حدی که از لختگی در بیاد هم میزنیم. کمی نمک، ماست، گلاب، پودر هل و فلفل میریزیم و آخرش هم با دست و دلبازی زعفرون دم کرده اضافه میکنیم و با برنجی که کمی دون آبکش کردیم مخلوط میکنیم. کف تاب روغن و زعفرون و نصف برنج رو خوب پهن میکنیم. بعد مواد میانی و بقیه برنج رو میریزیم و سطرش رو صاف میکنیم. بعد از اینکه دورش طلایی شد برمیگردونیم تا طرف دومش هم برشته بشه. طرز تهیه سس رو هم تو کپشن براتون نوشتم. نوش جان، این دسر خیلی خوشمزه است به خاطر اینکه هم شیرینیش کمه، هم خیلی آسون درست میشه و خوراک مهمونیاتونه. بافتش هم که میبینید چقدر لطیف و جذابه. برای درست کردنش پودر ژلاتینی که داشتیم و با آب سرد مخلوط میکنیم، میذاریم 3-4 دقیقه کنار تا اسفنجی بشه و بعدش میذاریم روی بخار آب تا بنماری بشه. در مرحله بعد اون مقدار شیری که داشتیم به همراه دو بسته پودر کرم کارامل و وانیل و دو بسته پودر نسکافه. شما میتونید از نسکافه گلدم استفاده کنید، فرقی نداره. من از همین نسکافه های تک نفره استفاده کردم، تو بسته ریختم. اینا رو کمی هم میذاریم روی حرارت تا فقط گرم بشه، موادمون نمیخواد بجوشه. وقتی که موادمون گرم شد، خب ببینید ژلاتین اسفنجی شده، میذاریم روی بخار آب تا کاملا ذوب بشه و شفاف بشه رنگش. وقتی که ذوب شد به ترکیب شیرمون اضافه میکنیم. شیرمون هم که خب گرم کردیم دیگه، یعنی گرم موادمون، و بعدش که یکم هم زدیم و ترکیب شدن، در مرحله بعد خامه صبحانه رو به این صورت یکم روونش میکنیم و از مخلوط شیرمون یه مقدار توش میریزیم تا اینکه همدما بشن، به خاطر اینکه خاممون نبره. وقتی که همدما شدن به مواد دسرمون اضافه میکنیم خامه رو و دوباره موادمون رو با هم دیگه ترکیب میکنیم تا کاملا یک دست بشن. وقتی که موادمون یک دست شد، بیسکویت های پتیبوری که داشتیم رو به این صورت خورد میکنیم توی موادمون و بعدش دوباره موادمون رو یکم هم میزنیم. میذاریم یکم بیسکویتامون توی موادمون نرم بشه و بعد میریزیم توی حالا آسیاب اگر داشتین یا میکسر، گوشکوب برقی، فرقی نداره. به هر روشی که دوست داشتین موادتون رو کاملا میکس میکنید تا بیسکویت ها توی موادتون یک دست بشه. قالبمون از قبل چرب کردیم با روغن مایع، موادمون رو میریزیم توی قالب و چند ساعت میذاریم توی یخچال تا کاملا خودش رو بگیره. وقتی خودش رو گرفت، به این صورت دسر از اطرافش جدا میکنیم و بعد توی ظرف مورد نظرمون دسرمون رو خیلی راحت برمیگردونیم. وقتی دسرمون رو برگردوندیم، با هر چیزی که دوست داشتین تزیین میکنیم. من با مقدار کارامل دسرمو تزیین کردم. شما میتونید با نوتلا حالا یا هر چیز دیگه که دوست داشتین دسرتون رو تزیین کنید. و بعد از اینکه دسرمو کارامل ریختم، با مقداری خامه قنادی که فرم دادم ماسوره زدم روی دسرمو. در مرحله بعدم یه مقدار توت فرنگی برای تزیینش قرار دادم.
من توی این دسر شکر نریختم، اما اگر شما دوست داشتین شیرین تر باشه میتونین چند قاشق شکر هم به موادتون اضافه کنید. سیو و لایک پستم یادتون نره. مرسی که حمایت میکنید. میدونستی اگه کیک شکلاتی رو به این شکل خورد کنیم و خامه بهش بزنیم و به این صورت ورز بدیم و خمیری که به دست اومده رو توی کیسه فریزر بذاریم و با وردنه پهنش کنیم و اضافاتش رو برش بدیم و خامه رو به این شکل روش پهن کنیم، موزها رو روش قرار بدیم و اون رو رول کنیم، بعد شکلاتی که به انماری شده و با روغن رقیق شده رو روش بریزیم، همچی رولت جذابی به دست میاد که واسه بچه‌ها مقوی و بی‌نظیره. من مزه کن. تو کمتر از 10 دقیقه پیتزا آماده میشه. با درست کردن این اونای نیمه آماده پیتزا که تا یک ماه هم توی فریزر ماندگاری دارن، میتونی سه سوته پیتزای جذاب و خوشمزه رو آماده کنی. تمام مواد خشک دستور رو با هم مخلوط کنید، بعد شیر رو کامل اضافه کنید. مقدار آب دستور رو هم کم کم اضافه کنید تا جایی که خمیرتون شکل بگیره. بعد دیگه روغن رو طی دو سه مرحله به این خمیر اضافه کنید و ورز بدید تا یه خمیر صاف و صیقلی به دست بیاد. توی ظرف چرب شده حدوداً یک ساعت بهش استراحت بدید تا حجمش دو برابر بشه. بعد پفش رو بگیرید، به 5 قسمت تقسیمش کنید، هر کدوم رو چونه بگیرید، بعد روی چونه ها رو کاور کنید، یه ربع استراحت کنن. بعد از استراحت سطح کار رو آرد پاشی کنید، روی چونه رو هم یکم آرد بریزید و با وردنه شروع کنید به باز کردنش. دقت کنید خمیرتون رو باید نازک باز کنید، خیلی ضخیم نباشه. مجدد روی خمیرم کاور کنید، یه ربع که استراحت کرد تمام سطح خمیر رو چنگال بزنید و بفرستید توی فر داغ. دقت کنید که بیشتر از 5 دقیقه نباید توی فر بمونه. بعد از اینکه از فر خارج کردید روی توری بذارید خنک بشه و بعد فریزش کنید. هر موقع هم که خواستید پیتزا درست کنید کافیه 20 دقیقه قبل از پخت از فریزر خارجش کنید و بعد دیگه تاپینگ دلخواهتون رو روش بریزید و بفرستید داخل فر. یکی از خوشمزه های روزگار که پرطرفدار باقلواست. بریم با هم درستش کنیم. شکر، گلاب، آب، هل و زعفرون رو به همراه 2 اسلایس از لیمو ترش میذاریم تا به جوش بیاد، اونم با حرارت ملایم. یکم که جوشید میذاریم کنار تا سرد شه. کره و روغن مایه رو هم میذاریم با حرارت ملایم آب شه. برای مواد میانی هم من از ترکیب گردو، هل و دارچین استفاده کردم. این خمیر باقلواهای آماده رو تمام لوازم قنادی ها دارم. اگه میخواید به روش من بپیچید، یه ورق خمیر رو بردارید، لبش رو یکم تا کنید، ترکیب کره و روغن و بعد هم مغز مورد نظر رو بریزید روش، با یه وسیله مفتولی به این شکل خمیر رو رول کنید و در آخر دو سر خمیر رو به سمت وسط هدایت کنید. برای پخت باقلوا هم نکته مهم برای ظرفی که میخواید انتخاب بکنید اینه که ارتفاع ظرفتون باید کم باشه تا موقع پخت باقلواتون خمیر نشه. در آخر هم روی باقلوا رو ترکیب کره و روغن میزنیم فراوون و میره داخل فر. وقتی از فر در اومد بلافاصله شهد سرد رو روی باقلوای داغ میریزیم. تو استفاده از هل هم دست و دل باز باشید، نگران نباشید تلخ نمیشه. مجدداً هل میپاشیم، یکم هم برای جذابتر شدنش پودر پسته میپاشیم. امیدوارم که از این آموزش جذاب هم نهایت لذت رو ببرید. نوش جونتون باشه. ببین رفیق، حتما نیاز نیست مسافرت شمال بری تا ذهنت آروم بشه. فقط کافیه پاشی بری چند کیلو شیر خام بگیری، بجوشونی و واسه صبحای پاییزی دلچسبت یه سرشیر خوشمزه درست کنی. راستی اصلا میدونستی شیر جرسی تنها شیریه که تب گرم داره؟ این شیری که شما داری میبینین شیر گاومیش جرسیه که تمام لبنیاتی که از این شیر درست میشه همشون تب گرم دارن. اینجا رو دقت کن، ببین شیر روی بسته دیگه از این مرحله به بعدش رو نباید به هم بزنی تا یه رویه خیلی زخیم کفدار روی شیر باقی بمونه. وقتی که شیر جوشید زیرش رو خاموش کنی، چند ساعت روی همون شعله بمونه، اصلا تکونش ندین. ما نمیخوایم اون رویه تکون بخوره، میخواییم که کاملا به دیواره ظرفمون بچسبه، اینطوری که داریم میبینیم. خیلی آروم به یخچال انتقالش بدیم، ترجیحاً یه شب تا صبح بمونه. حالا صبح یه سرشیر زخیم پرچرب پرخامه تازه
که میشه خوشمزه ترین سرشیر عمرتون رو برمیدارین از روش. این سرشیر تا یک هفته توی یخچال ماندگاری داره و هر روز صبح با سنگک یا بربری تازه و عسل نوش جان کنید، کنارش هم یه لیوان چای داغ و کیف کنین. من زهره قاسمی هستم. دو تا پستای قبلیمو حتما برو ببین. کاچی شیر انگور و خاگین رولی 2,000,000 بازدید خورده، از دستشون نده. این پستو لایک کن، سیف کن تا به من انگیزه بدی براتون پستای خاص خوشمزه تری درست کنم.